یک نمونه دیگری از فریبکاری های قزوینی رو نشونتون بدم که کسانی که زنگ میزنن به شبکه ایشون متوجه باشن که این انسان خبیث چطور فریب میده بیننده رو. و بعضی از تشکرام میکنم از بعضی از عزیزانی که زنگ میزنن و این خباثت او رو آشکار میکنن. با هم این کلیپ رو ببینیم. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241. خب اکثر بیننده این شبکه عربی رو خوب متوجه نمیشن، اصلا نمیدونن که اونجا چی نوشته. این یک قسمتی رو از یک روایت میاره و بعد از اون دیگه شروع میکنه، مثل یک خیلی عذر میخوام، مثل یک سگ هار میفته به جان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هرچه بد و بیرا بود به اونها میگه. ببینید که چطور این انسان دروغ میگه. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241 روایتی رو نقل میکنه، سند روایت هم 100% صحیح عرض میکنم. میگه و این تو امرو علیان، سند روایت هم گفت 100% صحیح هست. این رو بیاد داشته باشید، 100% صحیح هست، هیچ اشکالی هم نداره. حالا بعد میبینیم که آیا این حدیث چگونه است. میگه و این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید، او هم هدایتگر هم هدایت شده است، یأخذ بكم الطریق، شما را به زور هم که باشه در صراط مستقیم قرار میده. این روایت رو اینطوری خوند برای بیننده. حالا من از همین صفحه خودش در اینجا چی میگه؟ احمد ابن حنبل متوفای سال 241 روایت میکنه عن زید از علی رضی الله عنه قیل یا رسول الله من یؤمر بعدك، بعد تو کی رو امیر خودمون تعیین کنیم؟ قال ان تؤمر ابا بکر رضی الله عنه تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره، اگر ابوبکر رو تعیین بکنید رضی الله عنه، ایشان را امانت دار، زاهد در دنیا و کسی که رغبت به روز آخرت داره خواهید یافت. و این تو امر عمر رضی الله عنه، اگر عمر رو رضی الله عنه رو انتخاب بکنید به عنوان امیرتون، تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومت لائم، اگر عمر رو انتخاب بکنید قوی امانت دار است که در دین خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسد. اینا رو ذکر نمی کنه، اینا رو ذکر نمی کنه، چون که اینها شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی هستن. افتؤمنون به بعد الكتاب و تکفرون به بعد، الله سبحانه وتعالی که صفات یهودو که ذکر میکنه در قرآن کریم که بعضی از قسمت‌های تورات رو ایمان داشتن و به بعضی دیگر ایمان نداشتن، اونجایی که به نفعشون بود فواید دنیوی براشون داشت قبولش میکردن، اما اونجایی که فواید نداشت و به ضررشون بود قبول نمیکردن. دقیقا این صفت همینطوری نسلا در نسل از عبدالله ابن سبی یهودی منتقل شده به قزوینی که در اینجا چی میگه؟ این قسمتی که سرخ کرده فقط همین رو میخونه، بالا این قسمت‌های دیگر رو می‌خونه. ببینید همه اینها صفات یک امیر و یک حاکم خوب است. اگر ابوبکر میگه امین امانت دار، حاکم باید امانت دار باشه، نه مثل خامنه‌ای که بره پول ملت رو بدزده، نه مثل مجتبی خامنه‌ای پسرش که به خاطر به دنیا آوردن یک کودک بره چندین میلیون دلار و یورو رو خرج بکنه در لندن و ملت بیچاره ایران نان خوردن نداشته باشن. دزدی‌هایی که اینا می‌کنن، اون اطلاعاتی که زنگ زده بود منظورش همین دزدی‌های آقای خامنه‌ای بود. میگه که زاهدن فی الدنیا، یعنی در دنیا زاهد میباشه ابوبکر و رغبت داره به آخرت، این که صفت هر انسانی باشه شایسته امارت و حکومت است.
و اگر عمر رو تعیین بکنید رضی الله تعالی عنه، تجدوه قویاً امیناً لا یخاف فی الله لومت لائم. عمر چه صفاتی داره؟ قوی است. قوت عمر نمی بود در زمان عمر، فارس و روم و شام و فلسطین و ایران و این همه سرزمین ها در زمان عمر فتح شد. قویاً امیناً لا یخاف فی الله لومت لائم، هم قوی است هم امانت دار است و در دین خدا از ملامت هیچ ملامتگر نمیتونه. بهترین صفاتی که یک حاکم مسلمان باید داشته باشه. و این تو امرو علیان رضی الله عنه و را اراکم فاعلین. خب این از بعد نگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این از کرامات ایشون بود که الله سبحانه و تعالی به ایشون خبر داده بود از طریق و ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحی و نیوها. چرا میگیم؟ هر حرفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میزن وحی بود از جانب الله سبحانه و تعالی. و اگر علی رو امیرتون تعیین بکنید که میبینم که شما این کار رو نخواهید کرد بعد از من، تجدوه هادیان او را هدایت شده، هدایت یافته و مهدیان هدایت کننده، یأخذ بكم الطريق المستقيم، شما رو به راه مستقیم به زورم که شده میبره به قول قزوینی. خب نامرد اگر میخواستی این حدیث رو روایت بکنی از اول روایت کن مثل آدم. پسر خوب، ببینندی میگه پسر خوب، نه پسر خوب، اگر که میتونی اینو از اول حدیث رو کامل بخون، بذار که بیننده شیعه و سنی، کسایی که نشستن پای تلویزیون تو ببین چرندیات تو گوش میدن، حداقل قضاوت رو بسپار به اونا، حدیث رو کامل بخون. چرا بالا پایینش رو قیچی میکنی؟ لا تقرب الصلاه رو میگیری و انتم سکاراش رو ول میکنی. این یکی از روش‌های این بدبخت است که این گونه احادیث رو به خورد مردم میدیم. حالا یه حرف گنده ای هم زد، گفت این روایت 100% صحیح است. این بالا ببینید هیچ تصحیح و تضعیفی نکرده این روایت رو و دلیلم نیاورد برای این حرفش که در کجا گفتن که این روایت صحیح است یا ضعیف است. ما رفتیم این حدیث رو از سایت اسلام وب که کسانی که میخوان بحث بکنن در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بهترین سایت است، خاصتا در موسوعه الحدیثش برید. زیبایی این سایت اینه که وقتی شما این کلمات حدیث رو در اینجا مینویسید و بعد از اون سرچ میزنید، حدیث رو که برای شما آورد راویان رو میاره و روی هر راوی که کلیک بکنید به این شکل یک پنجره باز میشه، کلا این راوی رو میاره که این کی است، اسمش چی است، از کدوم منطقه است و در کدوم رتبه و قرار داره. این ثقه است، راوی اولش اسد ابن عامر. این پنجره رو میبندیم. عبدالحمید ابن ابی جعفر این رو میاریم، این رقم راوی عبدالحمید ابن کیسان کوفی است، مجهول. این علامه علم رجال که از 1000 تا 1100 بلد نیست بشماره، این راوی مجهول رو میگه که این روایت 100% صحیح است. فکر کرده که تو مذهب اهل سنت هم همینطور فله‌ای، هر حدیثی رو بیاره هر چی که دلت خواست تصحیح و تضعیفش بکن. این راوی مجهول است. بعد از اون میریم اسرائیل که این اسم است، این راوی ثقه است، ابی اسحاق ثقه است، زید مقبول است و علی رضی الله تعالی عنه که ایشون صحابی است. این روایت، این روایت مرفوع است. یعنی چی؟ این روایت مرفوع است یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این سخن رو نسبت میدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث، حدیث مرفوع است، حدیث صحیح نیست، آنگونه که این دروغگوی مکار به قول خودش اومد گفت که این حدیث 100% صحیح است. این تخریج این حدیث. این سایت اسلام وب هست. احمد جان اگر که این قسمت رو برای این islamweb.net دوستان این رو یادداشت بکنن، میتونن خیلی راحت احادیث رو در اینجا بررسی بکنن و شکار دجال‌های دروغگویی مثل آیت الله قزوینی و شبکه زلالت نشن. تشکر از احمد جان، تشکر از شما بینندگان عزیز.
آه 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 آ